آقای نوراحمد خالدی، آگاه امور سیاسی از استرالیا با ما وصل هستند. آقای خالدی، از یک سو دیدم شک شما را از استادان دانشگاه ها ترک میکنند کشور را و کار را رها میکنند، در طرف دیگر یک شما را هم منفک میشند، شما را دانشجوی ها را هم کم شده به دلیل دل سردی و مشکلاتی که دارند. همین وضعیت چه دید از طالب را نسبت به آموزش و پرورش نشان میده؟ سلام محترم، سلام به بیننده های شما. دید خوبی را نشان نمیده. هیچ انتظاری هم نداشتیم که ما مردم افغانستان دید خوبی در بخش تحصیلات عالی از طالبان داشته باشند. نه در گذشته طالبان با تعلیمات عالی میانی خوبی داشتن و نه حالا دارند. مخصوصا این مشکلات را کار ایجاد کردن، بخصوص تجرید دخترها از پسرها، ایجاد صنوف جداگانه، ممنوعیت بسیاری از مسائل و حتی ما خطر اگیر میبینم در آینده بالای نصاب درسی هم یا دستاندازی کنند و نصاب درسی مطابق به میل خود تغییر بدن. در این صورت دیگه واقعا فاجعه بزرگتر میشه. چرا چنین سیاست را آقای خالدینا در پیش گرفتن؟ در واقع هدف چی است؟ خب ما در مجموع ای اندیشه طالبانی است، برداشتشان از علم است، از برداشتشان از جامعه است، از تمدن است. بسیاری از اعضای طالبا، اعضای ارشد زیاد در مدارس حقانی پاکستان درس خواندن. در این مدارس بجز از مسائل دینی که اون به شیوه اندیشه دیوبندی معروف است در جهان اسلام، چیز دیگر ناموختن و چیزی از علم معاصر نمیدانند. از مزایایش استفاده میکنن، اما ای که چه قسم ای مزایای ازی به دست آمده برشون ارزش نداره. بنابراین یا هیچ به دانش مترقی، به علم مثبت، علوم طبیعی، علوم اجتماعی اصلا عقیده ندارن. از خاطر از هیچ انتظار نمیره که یا یک نظر خوبی در مقابل ما. چند وقت پیش از وزیر تحصیلات عالی شنیدیم، از همین آقای عبدالباقی، که گفت که در 20 سال گذشته از کسایی که فارغ شدن از مکاتب افغانستان از یا هیچ امیدی وجود نداره، هیچ امیدی یا ندارن رضیا دیگه. خب جدا از این مسائل آقای خالدی، خب دیدم میشه که اینا مضامین دینی را بیشتر ساختن، جدا از مضامین اساسی و اصلی که وجود داشته در قبل به گفته یک شماره، ولی در کنار این که دختران فعلا اجازه درس خواندن ندارن، فرار کادرها و فرار مغزها از افغانستان، چی یک آینده ای را در انتظار نسل بعدی یا نسل فعلی جوان که وجود داره قرار خواهد داد؟ موضوعی است که با بسته بودن مکاتب و لیسه های ثانوی و لیسه تعلیمات عالی، مکاتب سوی لیسه و ثانوی، ما چند سال بعد، 4-5 سال بعد، ما در افغانستان هیچ دختر نخواد داشتیم که او چیز داشته باشد، اما آمادگی رفتن به یونیورسیتی یا پوهنتون یا دانشگاه را داشته باشد. بنابراین این خود به خود با این سیاست که یا در پیش گرفتن، بعد از 5-6 سال تنها پسرها به تحصیلات عالی خواهد پرداخت و دخترها و زنها کاملا تجدید خواهد شد، محروم خواهد شد. و این متاسفانه یک فاجعه بر افغانستان است. آینده بسیار خراب را بر افغانستان نوید میده که ای حالا آقای خالدی بره. اهرم فشار و رای حل چی است؟ همین جوانانی که در اونجا به سرنوشت ماندن یا نسل بعدی که باید درس بخوانند، چه باید بکنند؟ آیا کدام ابزار در دست دارن یا نه باید قبول بکنند همین وضعیت را؟ موضوعی است که جوانای ما متاسفانه محکوم به پیروی از شرایط فعلی در افغانستان. اما ما چیزهای مدنی را، فعالیت‌های مدنی را، اعتراضات مدنی را،
بسیار مشروع میدانم در مقابل طالبا و این در راه در مقابل مردم ما در افغانستان وجود داره. ما باید شجاعت دیگه داشته باشیم که مخالفت خود ابراز کنیم. مخالفت ابراز مخالفت تنها توسط چند خانم و دختر نمیشه. این باید جامعه ما این مخالفت خود اشکال مختلف ابراز کنه. همچنان در سطح بین المللی ما در هر جایی که در کنفرانس که اشتراک میکنیم این مخالفت ابراز میکنیم. تشکر آقای نور احمد خالدی، آگاه مسائل سیاسی از استرالیا، سپاسگزار حضورتان.